دوستان به کانال خالص لیما خوش اومدین. امروز با آموزش کته سبزی پلو با تنداز بالوکس در خدمتتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون شروع میکنیم. برنج 5 پیمانه، من به ازای 5 پیمونه برنج 7 پیمونه آب ریختم و نمک به مقدار لازم ریختم و یک ساعت قبل خیسوندمش که برنجمون موقع پختن و دم کشیدن دون باشه. کتف و بال به مقداری که کف قابلمتون رو پر کنه، دیگه اون اندازش دست خودتونه. پیاز متوسط 1 عدد، سبزی پلو 300 گرم. سبزی پلو هم شامل تره، جعفری، گشنیز، شوید، سیر و شستمش. من چون زودتر آمادش کردم مجبور شدم تو فریزر گذاشتم. سبزیمون آماده است و فریز شده. آب لیمو و زعفران دم کرده به مقدار لازم، پودر سیر، فلفل قرمز، فلفل سیاه، زردچوبه، نمک به مقدار لازم. قابلمه‌مون رو روشن کردم، قابلمه‌مون رو گذاشتم روی گاز تا به جوش بیاد و سبزیش رو بهش اضافه کنیم. پیازمون رو خلالیه، چون پیازمون زیاد درشته کم و خلالی های درسته خوب میکنیم، نیازی نیست وسط نصفش کنیم. قبل از اینکه شروع به کار کردن کنین حتما دستاتون رو با آب و صابون بشورین و ضد عفونی کنین، بعد شروع به پختن غذاتون. منم همین کارو کردم، اول خوب دستامو شستم بعد شروع به پختن غذا کردم. خب پیازمونو که خرد کردیم کنار میذاریم. اینو بهتون بگم قبل از اینکه بخوام مرغامو تمدار کنم، بالامونو با چاقو یه برش بدین که کاملا پخته بشه به این شکل. کتفارم همینطور یه دونه بغل برش بدین کافیه که کاملا مخلوط بشه. مرغامون آماده است، ادویه‌مون رو بهش اضافه میکنیم. فلفل قرمز، فلفل سیاه، نمک، یک کوچولو زردچوبه، پودر سیر، پودر سیر رو بیشتر بریزیم. بازم من دستامو کاملا شستم تمیزه، با دستام کاملا اینا رو مخلوط میکنم، ماساژ میدم تا ادویه به خورد مرغامون برسه. آب لیمون رو میریزیم. زعفران، خب پیازمون رو می‌ریزیم و خوب ماساژش می‌دیم. اجازه می‌دیم که چند دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت بمونه تا یه مقدار طعم آب خورده هم در بیاد. از طرفی هم کتمون آماده بشه. در حال جوشیدن سبزیمونو بهش اضافه میکنیم تا سبزی هم با کتمون پخته بشه. یه مقدار که سبزی هم پخته شد روغنمون هم بهش اضافه میکنیم و میذاریم که آبش کاملا خوش بشه، بعد خاموشش میکنیم. این غذا سریع و بسیار لذیذ و خوشمزه است.
توی این مرحله که دیگه آب برنج تقریبا داره خوش میشه، روغنش هم اضافه میکنیم. فکر کنید روغن و مرحله که برنج داره آبش خوش میشه بهش اضافه کنید، کتمون رو خیلی خوشتم تر میکنه. من 3-4 دقیقه دیگه این کته بجوشه، خاموشش میکنم، میذارم کنار تا مرحله بعدی کارمون رو انجام بدم. توی طرف دیگه روغن ریختم و گذاشتم داغ شد. حالا کف و بالامون رو میچینیم توی دستمون. مخلوط بذاریم بهتر میشه، یعنی یک کتف یه بال نمیخواد. مثلا یه ردیفون رو بچینیم، یه ردیفون رو، همینجوری قشنگتر و بهتر میشه. پیاز رو ازشون جدا کن چون پیاز زود سرخ میشه و خلاصه سوختگی پیدا میکنه. کامل قابلمه همون رو پر میکنیم. کامل که سطح قابلمه‌مون رو پر کردیم، بعد برنجمون رو میاریم، میریزیم روش و میذاریم دم بکشه. این غذا رو میتونیم به دو روش درست کنیم. میتونیم برنجتون رو سبد پلوتون رو آبکش کنیم، بعد این کار رو کنیم و میتونیم این کار کنیم. من به خاطر اینکه طعم برنجمون از دست نده، کته خیلی خوش طعم‌تر و سریع‌تره، از کته استفاده کردم. اونطور که میبینیم سطح قابلمه‌مون پر شد. خب کتمون رو آوردیم و آروم آروم روی سطح مرغمون رو پر میکنیم. دیگه نیازی نیست آب روغن بهش بدیم چون کتمون روغن داره و یه مقدارم آب تو خودشه، با همون دم میکشه. حدوداً 45 دقیقه با شعله متوسط رو به کم بذاریم، کاملا هم مرغمون پخته میشه هم برنجمون دم میکشه. یه غذای راحت، سریع و بسیار لذیذ. سطح مرغ کاملا بپوشونیم که با بخار برنج و آب روغن برنج پخته بشه. به همین طریق ادامه بدیم تا برنج تموم بشه. خب دوستان، برنجمون همونطور که میبینین کاملا دم کشیده، آماده است. میبریم که سروش کنیم. غذای خوشمزه ما به همین راحتی آماده شد. امیدوارم که درست کنه در کنار عزیزاتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.